مهسا مامان خودتو تمیز بشوری یا بیام سرتو بشورم؟ سلام بابا. سلام دخترم، مهمونه میخوای؟ خیلی خوش اومدیم، بفرمایید. بابا چی شد بی خبر اومدین؟ یه دوره کلاس یک ماهه آموزشی از طرف دانشکده علوم پزشکی گذاشته بودن، به منم پیشنهاد دادن، منم قبول کردم. خب پس بگو برای چی اومدین؟ اومدین شاگرد تربیت کنین. تو که خودت بهتر میدونی علت اومدن من چیه. دیگه نمیذارم ترون بمونی. یعنی چی بابا؟ بین بابا ما قبلا صحبت کردیم، قرار شد طلاقتی که گرفتی را بیفتی بیای. شما مامان پیشنهاد دادین، قرار شد روش فکر کنم. خب حالا فکر کردی؟ نه هنوز فکر نکردم، راستش نمیدونم باید چیکار کنم، گیج شدم. برای کسی که گیجه و نمیدونه چیکار کنه بهتر نیست دیگران تصمیم بگیرن؟ شما یکم زمان بدین، اون آدم خودش تصمیم میگیره. ببین بابا یه دفعه بهت وقت دادیم، نه چشین شد. بابا خواهش میکنم دوباره شروع نکنید. باش بابا، راجع به گذشته صحبت نمیکنی، ولی راجع به آینده که میتونیم حرف بزنیم. آخه من که نمیتونم خونه و زندگی و کارم رو ول کنم، یه دفعه بلنشم بیام شهرستان. مهسا که مدرسه نمیره. راجع به کارت هم خود میدونی که من یکی از سهامداران بهترین بیمارستان شهرمونم، پس فقط میمونه چمدوناتو ببندی و راه بیفتی. من و فرمرز از هم جدا شدیم، ولی مهسا که... مهسا رو بهانه نکن. بهانه نیست بابا، من نمیتونم مهسا رو یه دفعه از باباش جدا کنم. بگم تا امروز بابا داشتی ولی از فردا نداری. مهسا دیگه نباید پدرش رو ببینه. فرمرز پدر خوبی نیست. اگه پدر خوبی بود الان پیش زن بچهش بود، نمیذاش کار به اینجا بکشه. مشتی هنو نرفتی خونه؟ نه، گفتم یه چایی من این بچه ها بخورم بعد برم. بچه ها؟ منظورت این داره درخت ها؟ خوششون نمیاد درباره شون اینطوری حرف بزنی ها. اینا واسه خودشون شخصیت دارن، از ما یه ذره مهربونی توجه میخوان. کار سختیه. نه. چای میخوری؟ دست درد نکنه. دست درد نکنه آره، یا دست درد نکنه نه، یه جوری بگو که ما بفهمیم دیگه. دست درد نکنه نه. ماشی تنها زندگی میکنی؟ نه. از زن و بچه داری؟ نه. خب پس با کی زندگی میکنی؟ هیچ جای که آخر سر نفهمیدیم چی میکنی. سعی کنی میفهمی. سرصدای چیه؟ گناه های منه. گناه مگه سرصدا داره؟ آقا معلومه که داره، بعضی وقتا صداش همون موقع در میاد، بعضی وقتا هم بعدن، اما بالاخره صداش در میاد. میخوای ببینی؟ چیو؟ گناه های منو. هلو خان باشه. این دیگه چیه؟ این درخت گناه های منه. اونا چیه بهش آویزونه؟ هر وقت گناه کردم یه چیزی آویزون کردم به شاخه های اون درخت. یعنی اون بطری ها و شیشه ها و قوطی هایی که ازش آویزونه هر کدوم یکی از گناه های شماست؟ بله.
یعنی این همه گناه کردی؟ تازه اینا اون گناهایی که یادم مونده. برای چی این کارو کردی؟ بخاطر اینکه وقتی که میبینمشون حواسمو جمع بکنم، یا حتی وقتی که نمیبینمشون صدا بدن حواسمو جمع بکنم گناه نکنم. خیالتون راحت باشه، مثل بچه آدم سر کارش بود. پرونده پروژه عقابم رو میزش بود. خب حالا تو چی میگی این وسط؟ من چی میگم؟ خودت خوب میدونی که اگه من نبودم به این راحتی رام نمیشد. با این کتکی هم که به ایستادید رفته یه راست نشسته سر پرونده. من خیلی رو مخش کار کردم. دستت درد نکنه؟ همین؟ نه 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 نه، بازم باهات کار داریم. خیلی بیشتر باید حواستو جمع کنی. با کی میره، با کی میاد، با کی میپره. ببین اصلا دوست ندارم ما رو دور بزنه. موبایلشو چک میکنه، لیست تمام آدم ها. چه خبره؟ این همه وظیفه رو به دو صرف هفتم نمیدم. خانم دو صرف رفت، برو ببینم چی کار میکنی. باشه، ولی خیلی وقته که هوای ما رو نداشتی. اونم به چشم. پس باقیش بمونه برای بعد. فقط یادت باشه تا وقتی از این مهندس جونت خبر بیاری از این خبر باز بفهمم دکت کرده یا تیغت نمیبره، اون وقت امروز مشخورگون درخت گناهش رو بهم نشون داد. درست کردن درخت گناه شجاعتی میخواد که هر کسی نداره. یعنی اگه از اون اول میدونستید انقدر گناه انجام داده باز بهش اعتماد میکردین، کار بهش میدادین؟ وقتی برای اولین بار دیدمش نشسته بود کنار رودخونه و پاشو گذاشته بود تو آب. جلو رفتم که باهاش حرف بزنم، جوابمو نداد، فقط گفت داره حرف بزنه. رودخونه رو میگفت؟ آره، از کارش خوشم اومد. بهش گفتم اگه دنبال کار میگرده یه کار خوب براش سراغ دارم. نگام کرد و خندید. اهالی مخالف بودن چون میگفتن این چند سالی زندان بوده، ولی من ازش خوشم اومده بود. زندان به چه جرمی؟ نمیدونم، هیچ وقتم ازش نپرسیدم. میدونم دنبال کسی میگرش که بهش اعتماد کنه. با خودم گفتم کسی که میتونه با طبیعت اینطور ارتباط برقرار کنه، یا دلش صافه یا دلشو صاف کرده. از تمام اون بطری و شیشه ها مال اون دوران بوده؟ نه، به نظر اون اگه صبح از خواب پاشی به طبیعت سلام نکنی گناه کردی، اگه شب به خوابی و شکر نکنی گناه کردی، اگه گنجشک حیات خونت به خاک خشک نک بزنه گناه کردی، اگر آه همسایه بغلی تو نشنوی گناه کردی. فکر میکنه بطری ها و بطری های درخت گناه من چند هست؟ نمیدونم، همین اندازه که بهش فکر میکنی خیلی خوبه. خیلی دوست دارم در مورد شما بدونم. چی میخوای در مورد من بدونی؟ اینکه یه آدم ارتشی چی شد سر از اینجا در آورد؟ شاید اون آدم ارتشی
پناه آورده باشه اینجا. از چی؟ از دیدن شهری که فراموش کرده چطوری سر پا مونده، از دیدن شهری که فراموش کرده یه گردان چجوری یه شب نابود میشه، چجوری یه مش جوان غواص مثل مرغابی شکار میشن و تنشون میره دریا. عوض شدن که دیگه نمیشه شناختشون. بهتری؟ کمردرد مادر میاد و میره. فردا میبرم دکتر. دکتر لازم ندارم، خوب میشه. اقدس خانم برام پماد مالی یه شالم پیچیدم دورش. ایشالا تا فردا خوب میشم. فردانه کجاست؟ رفت خونه دوستش درس بخونه. اینو بهش میدی؟ میگی بره کلاس کنکور ثبت نام کنه. از کجا آورده مادر؟ از کجا آوردم؟ خب کار کردم دیگه. مگه از شاگردی توی خیاط خونه چقدر به تو میده؟ خیلی. این روزا نون تو خیاطیه. بیا همینجا پیش خودمون. خوش ندارم کنج اون خیاط خونه بخوابی. صاحبکارم گفته اگه بمونم بابتش بهم پول بیشتری میده. به به، یه غذای پختم که نگو نپز، انگشتاتم باش میخوری. باقی گوشتارم شستم گذاشتم توی یخچال. فردا برای خودت میپزی میخوری. نیام ببینم برای من گذاشتی یا؟ الهی بمیرم که پاسوز ما شدی. پاسوز کدومه مادر جون؟ دارم زندگی ما میکنم دیگه. اگه شوهر کرده بودی؟ شوهرم میکنم، اما یه شوهر خوب، یه شوهر پولدار، یکی که از اینجا بکشدمون بیرون، ببرتمون توی خونه بزرگ، اون وقت خواهرم روش میشه رفیقشو بیاره تو خونه و با هم درس بخونن. عزیزم باید دنبال یه کسی باشه که به ما بخوره و همردیف ما باشه. همردیف ما میشه همینی که هستیم. من نمیخوام 10 سال دیگه کمرم درد بگیره بیافتم گوشه این خونه و اقدس خانم بیاد برام پماد بماله. از ترس خرج عملم نرم دکتر. من این زندگی رو نمیخوام. دوست ندارم شما هم اینجوری زندگی کنین. فرزانه باید بره دانشگاه، باید درس بخونه. شما هم باید خستگی این چند سال رو از تنت بیرون کنی. دیگه وقتشه. Thank you.
فرامرز بیا تو. چای میزنم با هم میخوریم. ببخشید بعد موقع مزاحم شدم. عیبی نداره، بیدار بودم. دیروز از تا شب هر چی زنگ زدم گوشیت خاموش بود. وقتایی که کارم زیاده گوشیمو خاموش میکنم. ما آخر سر نفهمیدیم این کارت چیه. هنوز که آخرش نشده. دیروز رفتم شرکت. چی کار کردی؟ چیزی نشد، نه ترسیاد. هنوز چیزی نشده. خب خورده کار انجام دادم و اینا، بعد رفتم سراغ پروژه عقاب. عقاب؟ همون پروژه و پرونده‌ای که دو نفر به خاطرش منو تکوندن دیگه. آها. خب چی فهمیدی؟ یه پروژه بزرگ آپارتمان سازیه. پس مشکلی نیست. اونا از تو خریدن، قرار بوده براشون بفروشی، تو هم این کارو نکردی. نه جرمی نه جنایتی. نه ماجرا به این سادگی هم نیست امیرعلی. پس مشکل چیه؟ من اون پرونده رو نگاه کردم. کل اون مجموعه ساختمانی قبلا پیش فروش شده. پیش فروش؟ همش؟ یعنی من حق نداشتم اون مجموعه رو به کس دیگه بفروشم. من سند واحد ساختمانی رو به دو نفر فروختم. سندی هم داری؟ کسی که همچین کاری میکنه سندشو که تو کشوی میزش نگه نمیداره. پس باید بریم دنبال اسناد. بعید میدونم چیزی دستمون رو بگیره. چطور؟ اینجوری که فهمیدم یه دو نفری رو استخدام کرده بودم که توی سندسازی بهم کمک بکنن. دیروز یکیشون اومده بود میگفت پول میخواد. بهش گفتم پول ندارم، گفت تا پول نباشه از کار خبری نیست. پس قضیه بیخ پیدا کرده. خوب شد نذاشتم بره پیش پلیس. پلیس که دستش به چیزی بند نیست. نه سندی نه دلیلی. فقط یه چیزی هست که نمیفهمم. اونم این که چرا یه عده‌ای بعد یه پولی رو بذارن یه جایی بعد همون پولو پس بگیرن. پولشویی دیگه. یعنی یه مبلغی پول میاد به حساب شرکت شما، پول کثیف. بعد همون پول وقتی از شرکت شما خارج میشه میتونن ثابت بکنن که در سر خرید و فروش آپارتمان بوده. پول کثیف قانونی شده. یعنی من تو همچین معامله‌ای دست داشتم؟ اینجوری به نظر میاد. حالا چیکار کنم؟ فرامرز اینا آدم های خطرناکی هم. میخوای باشون روبروشی؟ نمیدونم. تو فکر میکنی من واسه چون ماجرای سندسازی رو عقب مینداختم؟ فقط یه دلیل میتونه داشته باشه. چی؟ اینکه میخواستم کل پولو بردارم و برم خارج کشور. چی؟ امیرعلی کمکم کن، دارم دیوونه میشم. هرچی بیشتر میفهمم بدتر میشه. دیشبم که تا صبح خوابم نبرد. آروم باش مرد، فعلا که اتفاقی نیفتاده. نماش فکر توه، تو خیالته. خیال؟ دیروز رفتم خونه، یعنی خونه ماهرخ. توی گاوصندوق یه چیزایی پیدا کردم. چی پیدا کردی؟ نترس، بهم بگو، اعتماد کن، من کمک نمیخوای. یه پاسپورت جعلی و یه اسلحه. اسلحه؟ اسلحه نشون میده میدونستم با چه آدمای خطرناکی روبروم. پاسپورتم نشون میده که خروج غیر قانونی از کشور با هویت جعلی. هیچ سندسازی نشده ولی اسلحه جرمه. بشین صبحونه با هم بخوریم. نگران نباش، همه چی درست میشه. بیام برسونم. نه ممنون، یه خورده قدم میزنم. قربونت، خداحافظ. خداحافظ.
اومدم خدمتتون گزارش بدم راجع به پرونده کلاهبرداری شکیب ثقفی و افرادش. من به نتایج خوبی رسیدم. میخوام که بهم چند تا نیرو بدین و حکم به بازرسی. متوجه نشدم کدوم پرونده رو میگی؟ عرض کردم پرونده کلاهبرداری. متوجه حرفات شدم. ولی تا اونجایی که من میدونم این پرونده هیچ ارتباطی به شما نداره. ازتون میخوام منو دوباره مأمور این پرونده کنین. من مدارکی دارم که مدارک مستند؟ مدارک مستند نه. ولی شاهدی دارم که شهادت میده. در واقع یه نفر به طور شفاهی به شما یه سری اطلاعات داده، درسته؟ دقیقاً قربان. میدونی که این شاهدت باید بیاد اینجا بازجویی بشه، زیر اظهاراتش امضا بکنه. فکر می‌کنی میاد؟ فعلا نه. یعنی حقیقتش تو شرایطی نیستش. در واقع شما شاهدی نداری. عرض کردم شاهد دارم ولی شاهدت فقط پیش شما حرف زده، اما حاضر جای دیگه شهادت بده. سروان این یعنی شما هیچ دلیل و مدرکی نداری. جناب سرهنگ. سروان من بارها ازت خواسته بودم که خودت رو از این پرونده کنار بکشی. میدونید که نمیتونم. به احتمال زیادی این افراد همونایی هستن که همسر منو کشتن. زن تو توی یک تصادف کشته شده. تصادفی که شما خیلی راحت ازش گذشتین. نه، تصادفی که رانندش متواری شد. یه شب توی یک خیابون خلوت و تاریک یکی میزنه به همسر جنابالی و فرار میکنه. نه مدرکی نه شاهدی، ولی اون یه تصادف. پس چرا به قول شما این تصادف دقیقاً چند روز بعد از اینکه من سرنخ‌هایی از گروه شکی به ثقفی به دست آوردم اتفاق افتاد؟ برای اینکه اسمش روشه، تصادف. امیرعلی، من میفهمم از دست دادن یزید چقدر سخته. میدونم تو چه دردی رو داری تحمل میکنی. به خاطر همین تو رو از اون پرونده کلاهبرداری شکی به ثقفی کنار گذاشتم، چون داشتی قضیه رو شخصی میکردی. پس شما نمیخواین تو حل این پرونده به من کمک کنین؟ سروان جوابمو قبلا بهت دادم. پرونده شکیب ثقفی هیچ ارتباطی به کشته شدن همسر شما توی اون تصادف نداره. بسیار خوب. دیگه نمیخوام بشنوم که مسائل شخصی تو با کارت قاطی کردی. تو حق نداری با سوء استفاده از موقعیت و لباست برای مردم مزاحمت ایجاد کنی. مردم؟ به 4 تا خلافکار میگین مردم؟ تا مدرک محکمه پسندی وجود نداشته باشه اونا حتی مظنون پرونده هم تلقی نمیشن. چه برسه به خلافکار؟ متوجه شدی؟ میتونی بری. آقای مهندس. خانم آقای مرادی مسئول مالی شرکت رو بگیم بیاد دفتر من کارش دارم. بله چشم. آقای مرادی مهندس احسایی با اتون کار دارن. با من کاری داشتی؟ آقای مرادی مسئول مالی. جناب آقای احسایی مدیر اجرایی وزن قافیه‌اش هم که جور در میاد. بفرمایید. خب چی شد؟ در مورد پروژه آفتاب باید دوباره بریم تو جلسه. میخوام یه برآورد جدید بهم بدی. قبل از اینم که بخوایم بریم تو جلسه و بقیه بخونن میخوام پرونده رو ببینم. خودت هم باید تو جلسه باشی. میخواد قیمت تغییر کنه؟ البته هر جور که بخواد برآوردش میکنه. یه جوری که نه ما متضرر شیم نه پیمانکار. بره چشم های مهندس. اما در مورد پروژه عقاب. چه عجب، بالاخره اومدی سر اصل مطلب. راش بنداز دیگه، جون تو جیبمون خیلی خالیه. تا حالا چی کارا کردیم؟ شوخی میکنی؟ من که گزارش همه کارا دادم به. یه دفعه دیگه میخوایم با هم مرورش کنیم. مشکلی پیش اومده؟ نه. شما همه پولا ریختید به حساب شرکت، منم سند 100 واحد مسکونی زدم به نام آقای شکیب ثقفی. اسناد خونه‌ای که قبلا به کسای دیگه ای فروخته شده بود، درسته؟ معلومه که درسته. نقشه شما مولا درزش نمیره. الانم که 10 تا سند دیگر داریم آماده می‌کنی بزنیم به نام 10 نفر دیگه. اسناد آماده است؟ بله، توی این مدت که شما نبودید همه کارا رو انجام دادن. راستی کی بریم محضر؟
بچه ها پولشونو میخوان. خبرت میکنم. فعلا پیگیر همین پروژه آفتاب باش. خب؟ چشم. حالا که اتفاقی نیفتاده که عزیز من بفرمایید. اتفاقی نیفتاده، به تنم زار میزنه. مشکلی نیست، پروبه برای همین چیزا گذاشتم. آخر هفته مجلس داریم، قول داده بودی آماده میشه. تا دو روز دیگه آماده است، خیالتون راحت. هفته پیشم همینو گفت. تخته بشورنش. حالا خوب سن ننه بزرگ منو داره. تازه میگن چهار دفعه پوست صورتش کشیده اینه. تو کارتو بکن. این بارش کار تو بود؟ بله. بله و بلا. پاک آبروی منو بردی. من از رو الگو برست دادم. اون الگوها رو که خودم در آوردم. اون الگوهای کاغذی اگه بدوزم از کاری که تو کردی قشنگتر میشه. میشکافی. درستش میکنی تا دو روز دیگه آمادش میکنی میاد. من کار دستم به مهناز خانم. خب ببرش خونه. ولی حواستو جمع کن که دوباره کاری نشه. بیا. امشب در اومد. تو کارتو بکن. عیبی نداره عزیزم. اینطوری نامزدت میفهمه برای یه لقمه نون چقدر باید زحمت بکشی. اینطور شاید رگ غیرتش به جون عروسی تو زودتر را بندازه. گفتم تو کارتو بکن. حضور. یه بارم بیار اینجا مام ببینیمش. از مالیش خوبه نه؟ بله. الو. سلام. خوبی؟ خوبم، ولی فکر میکنم ما یه قراری با هم گذاشتیم. ما خیلی قرار رو با هم داشتیم. کدومشو میگی؟ قرار شد دیگه به من زنگ نزنی. یادت رفته؟ تو چی؟ تو همه قرارات یادته؟ مثلا؟ کدومشو میخوای یادت بندازم؟ فرامرز گوشی دستته؟ بله. خب پس چرا جواب نمیدی؟ دارم گوش میدم، چی باید بگم؟ میخوام راجع به موضوع مهمی باهات حرف بزنم. چه موضوعی؟ هیچی باو ولش کن، اصلا اشتباه کردم زنگ زدم، ببخشید. نه قبوله، باشه. کی؟ کجا؟ یه غذاخوری شیکی همین یه کوچه پایین تر از شرکت هست. اونجا خوبه؟ جاش برای من فرق نمیکنه. ساعت 8 اونجا. دیر نیایی یا؟ باشه، ساعت 8 ببینمت. خدا. ماه من تو شبای تا